در تازه ترین بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز از افزایش و خشونت و بازداشت روزنامه نگاران در سراسر جهان در سال 2021 خبر می داد. گزارشی در این باره که با هم می بینیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان و خطرات پیش روی اصحاب رسانه از بازداشت و کشته شدن بیش از 500 خبرنگار در سال 2021 خبر داده است. این نهاد بین المللی ضمن ابراز تأسف از وضعیت نگران کننده دستگیری و بازداشت خبرنگاران در طول سال جاری به 488 مورد بازداشت خبرنگاران در نقاط مختلف جهان اشاره و آن را بالاترین تعداد در گزارش های این سازمان در 25 سال اخیر عنوان کرده است. در این گزارش همچنین به شمار بالا و کم سابقه بازداشت و دستگیری 60 خبرنگار زن اشاره شده که نسبت به موارد ثبت شده در سال 2020 یک سوم افزایش یافته. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در طول سالهای گذشته هرگز این تعداد روزنامه نگار زن بازداشت شده را ثبت نکرده. در همین ارتباط از نرگس محمدی، عالی مطلبزاده و نوشین جعفری به عنوان سه زن روزنامه نگار بازداشتی در ایران نام برده شده که به حبس سنگین محکوم شدهاند. همچنین در بخشی دیگر از جیمیلای از هنگ کنگ با 74 سال سن و کیوان صمیمی در ایران که به زودی وارد 73 سالگی می شود به عنوان مسنترین روزنامه نگاران زندانی در جهان نام برده شده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، مکزیک و افغانستان به ترتیب با ثبت هفت و شش مورد کشته همچنان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران طی سال جاری میلادی بودند. در این رتبه بندی همچنین کشورهای یمن و هند هر یک با ثبت چهار خبرنگار جان باخته به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این گزارش پس از چین با 127 مورد، میانمار با 53، ویتنام 43، بلاروس 32 مورد و عربستان سعودی با 31 مورد با عنوان پنج زندان بزرگ روزنامه نگاران نام برده شد. برخلاف گذشته نام ایران در میان این کشورها دیده نمی شود. اما در گزارش دیگری که سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در فروردین ماه امسال پیرامون ردبندی وضعیت آزادی رسانه ها در جهان منتشر کرده بود، ایران با یک رتبه سقوط در میان 180 کشور در رتبه 174 قرار داشت. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.